درود بر شما، شریف هستم با ویدیو شماره 2 در مورد شرایط زندگی در آمریکا. قبل از هر چیزی لطفاً ما رو حمایت کنید. نحوه حمایت از ما به اشتراک گذاشتن، لایک کردنه. مرسی که با ما همراه هستید. و اما امروز میخوایم در مورد یه شغل باهاتون حرف بزنیم. در این شغل شما نیاز به ماشین دارید، اما مدل ماشین اصلا اهمیتی نداره. خب اسم این شغل آمازون فلکسه. در شغل آمازون فلکس شما میتونید به صورت پارت تایم و فول تایم کار کنید. خب ما میخوایم نحوه اینکه چجوری کار کنین، چجوری اپلای کنید باهاتون صحبت کنیم. ما لینک ثبت نام رو در زیر همین ویدیو براتون میذاریم تا شما برین در وبسایت آمازون فلکس و در آن ثبت نام کنید. هنگامی که شما میرین در این وبسایت، ممکنه ایالتی که در آن زندگی میکنید در این سایت نوشته نشده باشه، اما شما میتونید در ویتینگ لیستش قرار بگیرید تا هنگامی که این ایالت باز شد برای این شغل، یک ایمیل برای شما ارسال میشه. شما میتونید بعد از آن در این وبسایت ثبت نام کرده و بعد از اپروف شدن این شغل رو کار کنید. و اما هنگامی که اپلای کردید، ثبت نام کردید، شما باید بک‌گراند چک بشید. وقتی که بک‌گراند چک شدید، آمازون فلکس شما را قبول کرد، شما پذیرفته میشید برای کار کردن. اوکی، حالا فکر کنید که شما پذیرفته شدید، قبول شدید و میخواین که کار کنید. هنگامی که قبول شدین، در اپ آمازون فلکس یه سری آفر براتون میاد. شما میتونین آفرها رو انتخاب کنید. مثلا آفرها چه روزی شما دلتون میخواد، چه ساعتی دلتون میخواد و با چه قیمتی، همه رو نشون میده. شما با انتخاب هر کدوم از اونها میتونید برید در همون روز یه سری پکیج رو از خود آمازون بگیرید و به خونه ها برسونید. معمولا پکیج ها به صورت 30, 40, 50 یا به بالا بهتون تحویل داده میشه. این پکیج ها که تعداد این پکیج ها همه بستگی به این داره که چند ساعت شما این آفر رو گرفتید. وقتی که این آفرها رو میگیرید، شما میرید در آمازون فلکس، این پکیج ها رو اسکن میکنید، تعدادش رو همش رو توی اپتون هست، برمیدارین میذارین توی ماشینتون و میرید به مکانی که قرار پخش کنید. معمولا یه سری شهرهایی رو بهتون میدن که نزدیک به همه، یه سری مکانهایی رو بهتون میدن که نزدیک به همه، و کسایی که این شغل رو کار میکنن، کسایی که حرفه‌ای هستن، معمولا میبینی 4 ساعت رو در 3 ساعت یا 2 ساعت و نیم تموم میکنن. ولی برای اوایل 100% یه ذره در پیدا کردن آدرس و چیزهای دیگه ممکنه بهتون سخت بگذره. ممکنه یه سری ها با این شغل ارتباط برقرار کنن، ممکنه هم یه سری ها با این شغل ارتباط برقرار نکنن. و اما ممکنه یک سوالی براتون پیش بیاد در مورد این که چرا این کارو پست انجام نمیده. خب چیزهایی که پرایم هستن، وسایلی که پرایم هستن، یعنی این که در انبار آمازون هست، آمازون سعی میکنه که این کار رو خودش انجام بده. پس افرادی رو هایر میکنه و اینا میرن پکیج ها رو ور میدارن و به خونه ها میرسونند. ببینید، کسایی که حرفه‌ای شدن در این کار خب راضی هستن. من خیلی از آدم های رو میشناسم که 2 سال 3 ساله در این شغل هستن و خیلی هم راضی هستن و ماهیانه بین 4,000 تا 5,000 دلار هم در این شغل کسب درآمد میکنند. البته اونا حرفه‌ای شدن، ساعتاشون رو میدونن و خیلی راحت پخش میکنن. ولی ممکنه برای کسی که اولین بار داره ثبت نام میکنه، براش راحت نباشه
و یک کوچولو سخت باشه. البته هر شغلی اوائلش سختی کار خودشو داره و نمیدونم ممکنه شما باش ارتباط برقرار بکنید یا باش ارتباط برقرار نکنید. همونطوری که قبلش هم گفتم، شما در انبار آمازون این بسته ها و این پکیج ها رو اسکن میکنید، تعداد پکیج ها در اسکن و در موبایلتون مشخصه. قبلش بهتون بگم که همین رو با گوشی خودتون انجام میدین، اسکن رو با گوشی خودتون انجام میدید. این بسته ها رو داخل ماشینتون میذارید و به سمت اون مسیری که آمازون بهتون میگه میرید. ممکنه آمازون یا اپ آمازون به شما مسیر مثلا دورتر رو بده اولش، ولی شما میتونید این مسیرها رو مدیریت کنید که اول کدوم خونه رو پخش کنید، دوم کدوم خونه رو پخش کنید، یا حالا مکانی که هست پخش کنید، تا اینجوری در زمانتون هم صرفه‌جویی بشه. به خاطر همین گفتم که اونایی که حرفه‌ای شدن خیلی زودتر این پکیج ها رو پخش میکنن نسبت به اونهایی که مثلا تازه وارد هستن. بعد از این که به اون مکان ها رسیدین، شما بسته رو پیدا میکنید طبق همون شماره‌ای که حالا توی اپ بهتون مشخص هست، بهتون داده، شما ور میدارید اون بسته رو اسکن میکنید با گوشیتون، بعد حالا یا پشت در میذارین یا میدین دست اون شخصی که باید این بسته تحویلش داده بشه، طبق همون چیزهایی که در نوشته هایی که در اپ هم نوشته، شما میتونید اون نوشته ها رو علامت بزنید که حالا یا پشت در گذاشتین یا به همسایه دادین یا در مکان دیگری گذاشتین یا به دست خود شخص. نحوه آموزش آمازون فلکس در داخل خود اپ هست. موقعی که دارین ثبت نام میکنین یه سری ویدیو براتون نمایان میشه، فکر کنم در حدود 20 تا 22 تا ویدیو هستش که چگونه با اپ کار کنید، چگونه بسته‌های پستی رو به کاستومر برسونید و همه اینا. پس شما میتونید در هنگام ثبت نام از این ویدیوها استفاده کنید. این شغل هم مثل بقیه شغل‌ها یه سری بدی‌هایی داره. گزینه اول در مورد پارکینگ، ممکنه شما برین شهرهای بزرگ یا شهرهای شلوغ و پارکینگ گیرتون نیاد تا بتونید این بسته رو به مکان مورد نظر برسونید. گزینه دوم در مورد مسافت هستش که ممکنه شما رو به مسافت‌های طولانی بفرسته. بعدش شما همیشه باید شارژر گوشی همراهتون باشه که گوشیتون از لحاظ شارژی کم نیاره، بنزینتون هم فول باشه. یه چیز دیگه، ممکنه شما بعضی از پکیج ها رو نتونید اسکن کنید، یا این اتفاق افتاده که پکیج اشتباه در ماشین شما یا در بسته شما قرار گرفته، یا حالا به هر دلیلی این پکیج اسکن نمیشه. شما یا زنگ میزنید به اون ساپورتر که شما رو کمک کنه، یا اینکه اگر حالا نتونستین تماس بگیرین یا حالا هر دلیلی یا نخواستین، شما این پکیج رو برمیگردونین به همون انبار آمازون. و اما در مورد اسکجول یا زمان کاری که آمازون بهتون میده، مثلا 2 ساعت، 3 ساعت یا 4 ساعت، در این زمان ممکنه خیلی زودتر از زمانی که به شما داده شما پکیج ها رو پخش کنید، یا اینکه ممکنه هنوز که هنوز چند تا یا بیشتر پکیج در ماشینتون باشه و شما هنوز پخش نکردید. خب ممکنه آمازون به شما وقت بده که شما پکیج ها رو پخش کنید، یا اینکه در همون زمان تعیین شده اپتون رو ببنده و شما دیگه نتونید اون پکیج ها رو پخش کنید. در این صورت شما مجبورید پکیج ها رو برگردونید به انبار آمازون. حالا یا مثلا زمان بهتون میده، شما اگر دوست دارید پخش میکنید، یا باز هم برمیگردونید به انبار آمازون. و اما اگر
به صورت مداوم این پکیج ها رو هی برگردونید به انبار آمازون، ممکنه به شما اخطار بده و شما رو حذف کنه. اینم بهتون بگم که شما اگر پکیج برگردونید به انبار آمازون، آمازون هیچ پولی از شما کم نمی کنه و پولو کامل به شما میده. ممنون از شما که این ویدیو رو تماشا کردید، همراه ما بودید و مرسی که ما رو حمایت کردید، اشتراک گذاشتید، لایک کردید و لطفاً ویدیو ما رو سابسکرایب کنید. ممنونم. منتظر ویدیو شماره 3 باشید. خیلی زود برمیگردیم با ویدیو شماره 3. مرسی. خداحافظ.